اینجا میدون سنبابیلا یکی از خیابون‌های پرتردد میلان هم از همین میدون رد میشه و همونطوری که میبینید یه پرفورمنسیه برای زلزله آذربایجان و برای اینکه ما فراموششون نکنیم و حتی بیشتر به کسای دیگه که اطلاع ندارن از این قضیه اطلاع رسانی کنیم. و یه کار خوبی بوده که بچهای میلان چک گرفته اینجا. فکر کنم که اتفاق خیلی خوبیه این اتفاقات. اینکه فکر کنم کار فرهنگی موثرترین کار میتونه باشه برای اطلاع رسانی. میتونه به عنوان بروز یه سری تفکرات هنری بهش نگاه کرد و طرف دیگه وقتی که درگیر میشه با مسائل اجتماعی روز فکر میکنم که این ادغامش باعث میشه اطلاع رسانی از طریق یک کار فرهنگی و هنری تأثیرش روی بیننده و مخاطب بیشتر میتونه باشه تا به صورت یک کار گزارشی اگه بخواد تهیه بشه یا یک کار صرفاً مستند. من تازه رسیدم اینجا و نمیدونم قراره کمک مالی بشه یا نه، ولی خب اگر راهی باشه که بشه حالا کمک مالی هم رسوند به بچهای اونجا خب چه بهتر. فکر میکنم که اتفاق خوبی میتونه بیفته. آذربایجان که توی زلزله آذربایجان الان کمی نیازمند کمکن و ما داریم در حد خودمون سعی میکنیم که کمکی بهشون بکنیم. یعنی تمام مراحل از طریق دانشجو انجام میشه، پرفورمنس کار بچه های دانشجو و حتی انتقال پولم به آذربایجان از طریق بچه های دانشجو. تاریخ فکر کنم 20 اکتبر و عرض کنم خدمتتون یک برنامه هستش که بچه های ایرانی توی دومو خارج از ایران برای این زلزله‌ای که اتفاق افتاده بوده و متاسفانه عده‌ای از هموطنانمون جونشون از دست دادن برگزار کردن. خودم هم نزدیک اون منطقه‌ای بودم که این زلزله اتفاق افتاد و در اون تاریخ هم توی ایران بودم، ولی خب تا اونجایی که اطلاع دارم مردم به صورت خودجوش فوق‌العاده کمک کردن و کمک‌های نقدیشون رو غیر نقدیشون رو تونستن که به اون منطقه برسونن. هرچند که خب شاید عمق فاجعه انقدر زیاد بود که باز نیاز داره که همه مردم فارغ از هر گونه مسائلی صرفاً به خاطر مسائل انسان دوستانه روی این قضیه با هم دیگه کمک بکنن به اون مردمی که خب الان شرایط جدیشون هم یک گونه‌ای هستش که نیاز داره که واقعاً بیش از اندازه بهشون توجه بشه. من فکر می‌کنم یه ویژگی که دارن اینه که نسبت به هموطنشون، هموطن و هموطنانشون یه حسی حالا داشته باشن که حالا کسی که تو خارج از کشور زندگی می‌کنه خیلی متوجه این تفاوت‌ها نشه بین جامعه ایرانی و جامعه غیر ایرانی. فکر می‌کنم ما هر کدوممون وقتی اتفاق تو این زمینه و با این محتوا میفته همونقدر متاثر میشیم که شاید تو ایران باشیم و این تأثیره شاید تو درون خودمون اتفاق بیفته و تک به تک باشه. ولی من خودم تقدیر میکنم کسانی و گروهی که اومدن یه برنامه اینجوری رو سازماندهی کردن و این تأثیر تک به تک و تأثیر قلبی رو اومدن یکم حالت جمعی بهش دادن. قصد اصلی این پرفورمنس هم
گرفتن انرژی بوده از این نقطه و فرستادنش به مردم زلزله دیده، فکر می‌کنم تو این امر موفق باشن. این یه پرفورمنسیه برای همدردی با مردم زلزله زده آذربایجان که خب به نظر من جز اولین فعالیت‌های فرهنگی بچه ایرانی بوده و به نظر من قابل ستایشه و خب یه گونه ای از سوگواریه، یه جوری نمادینه، خودش باعث شده عده زیادی از بچه‌ها اینجا جمع بشن و حداقل خود ما به این مسئله دور دیگه بهتر فکر کنیم و اینکه یه مقدار خب خود ایتالیایی‌ها میان میپرسن که چه خبره و چیه. به نظر من کلاً فعالیت مثبت و انرژی بخش بوده. میلان هستیم به عنوان یک مکان چند زبانه چند فرهنگی و چه زبانی بهتر از آرت که بتونه رابطه بین فرهنگ‌های مختلف رو برقرار کنه. هومو ساداتیان یه هنرمند جوانیه که اومده با موضوع زلزله و کمک به زلزله زدگان ایران یک پرفورمنس آرت رو برقرار کرده و خودش به عنوان یک پرفورمر تونسته توی ذهن مخاطبان اطراف میدون سان بابیلای میلان یک سوالی به وجود بیاره و باعث بشه که این مخاطبان فکر کنن که چه اتفاقی داره میفته توی ایران یا چه اتفاقی داره برای هم نوعای خودشون داره میفته تو جهان و یک دیالوگی بین مردم رهگذر میلان، دانشجویان ایرانی که دورش جمع شده برقرار شده و این بهترین اتفاقیه که ممکنه واسه یک پرفورمنس بیفته. چون این دیالوگ همیشه دنبال دیالوگ میگرده یک پرفورمر و این اتفاق داره میفته اینجا. اتفاق قشنگی که داره میفته که توسط این زبان جدید یا زبان هم زبان هنری تونسته هما مبلغ هرچند ناچیز بتونه برای هموطنان خودمون توی ایران یک همدردی جمع کنه. حالا من نمیخوام مبلغم پول بده، همدردی جمع کنه. الان میدون سان بابیلای میلان هستیم، یکی از جای خیلی شلوغ میلان. تو میلان خیلی از بچه‌های ایرانی هستن که دانشجوان زندگی میکنن، چند سال اخیر خیلی هم بیشتر شدن، نمونه‌اش هم خود ماها. تا همین چند دقیقه پیش پرفورمنس هنری اینجا بود که هما دوستمون برگزار کرده بود به همراه دوستانشون. ما اومدیم تماشا کردیم. هدفشون این بود که اطلاعات که نه آگاهی بدن در مورد زلزله‌ای که توی آذربایجان اتفاق افتاده بود. خیلی از بچه‌ها که آسیب دیده بودن با خانواده هاشون و الان خب زمستون داره میشه، هوا سرده، اینا هنوز خونه ندارن که توش باشن. شاید مهمترین نکته در مورد این کنشی که انجام شده این باشه که کاملا خودجوش بوده و بسته به خلاقیت یک شخص و رفیق دوستانش، چیزی که خب توی شهرهای دیگه اروپا ما شاید دیده بودیم قبلا، مثلا پاریس، لندن، جایی که بودن دانشجویان هنر، آدمایی که فعال اجتماعی بود. ولی این اتفاقی که اینجا افتاد کاملا بستگی داشت به خلاقیت یک گروه دوستان. خیلی صمیمانه و خیلی اتفاقا ساده پیامشون رو رسوندن. هما در نقش دلغکی بود که دیگه دلیل نمیدید که بخواد کسی رو بخندونه، کلاهش رو گذاشته بود روی زمین و برای بچه‌های آذربایجان کمک جمع کرد. خیلی مهمتر از اون پولی که توی اون کلاه بود شاید همین بود که آدمایی که رد شدن یک لحظه اون حس رو با بچه‌های ایرانی اینجا تقسیم می‌کردن. درست روز زلزله، درست همون ساعت من تو ایتالیا تو اتاقم، تو ماه آگوست که هیچ کس تو ایتالیا نیست، همه میرن مسافرت، به خاطر کار مونده بودم میلان و درست همون ساعت تخت من لرزید و من از خواب پریدم. فقط خدا شاهده که دارم صادقانه اینو میگم. بعد میلان زلزله زیاد میاد، یه سری عروسک من تو اتاقم آویزونن از سقف که وقتی زلزله میاد اینا تکون میخورن. برچی نگاه کردم دیدم عروسک‌ها تکون نمیخورن. هی فکرم که یعنی چی زلزله نیومده، چه جوری ممکنه تخت من تو ساختمونی که هیچ کس توش نیست اینجوری تکون بخوره؟ که عصرش اخبار زلزله پخش شد و فکر میکنم 4 روز مداوم شال سیاه از دور گردن من باز نشد. ولی همش میگم خب که چی، من چی کار میتونم کنم؟ من از اینجا مثلا خیلی از بچه‌ها حرف می‌زدن که خب تهش که چی می‌خوای، مثلا چی می‌خوای، حالا اونجا بی‌قراری می‌کنی، بی‌تابی می‌کنی، چی می‌خوای؟ ولی چیزی که من ازش محروم بودم به خاطر بودنم تو میلان این بود که من
چه میدونم امنیت آدما رو میدیدم، حال خوب مردم رو میدیدم. اونجا شما صفایی رو میدیدین که آدما دارن میرن خون بدن، پتوهایی رو میدیدین که تو راه داره میره برای کمک. من هیچ چی نمیدیدم. من تو مترو سوار میشدم گم میشدم تو شهر، دو ساعت دور خودم میچرخیدم نمیدونستم کجا دارم میرم و هیچ کس براش قابل درک نبود. طبیعیم از اون موقع فکر کردم که یه کاری بکنم. یعنی حرف بچه‌ها منطقی بود، این همه بیقراری مثلا که چی بشه حالا تهش، خب هما کمک مالی کن، یه کار اینچنینی بکن. فکر کردم که میشه یه کاری کرد فقط برای اینکه بگیم که ما دردمون میگیره، اینجوری نیست که ما اینجا خیلی خوش خورم باشه و برامون مهم نباشه. واقعا انقدر همه یه بچه‌هایی که اینجا بودن و من ازشون خبر داشتم انقدر دردشون گرفته بود که با غیرش همه مستاصل بودن چی کار میشه کرد. بعد به ذهنم رسید که خب کار دلغک‌ها خندوندن آدماست و من فکر کردم درد انقدر بزرگه که دیگه اگه یه دلغک وجود داشته باشه و این حرفا رو بشنوه دیگه احتمالاً دلیلی نداره که کسی رو بخندونه. بعد این ایده تو ذهنم بود، با یه سری از بچه‌ها حرف زدم، هر کی ایده رو شنید حمایت کرد، هر کس، یعنی حتی یک نفر از بچه‌ها نبود که بگه مثلا حالا که چی بشه یا انرژی منو بخواد بگیره. به هر حال اتفاقی بود که خیلی ساده، یعنی من اصلا همه حرفم این بود که با یونولیت، با صدایی که تربیت نشده، با لباسایی که تو خونه داشتم، با عروسکی که از چسب و کاغذ درست شد، با هیچی، یه دانشجویی که هیچی نداره یه کاری میتونه بکنه بدون وابستگی حالا به هیچ ارگانی، به هیچ چه میدونم حزبی، به هیچی واقعا. کل هزینه‌ای که من کردم 1.55 یورو بوده ولی کلاه من پر یورو شده برای بچه‌های آذربایجان و فکر می‌کنم که حداقل کاری بود که می‌تونستیم ماها بکنیم. و مرسی همه بچه‌های ایرانی، فکر کنم اومده بودن، هیچ کس ما رو اینجا تنها نذاشت.